درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید تا به امروز و در آینده هم سودهای خوبی داشته باشین در بازار فارکس. در این ویدیو قصد دارم برای شما، البته برای دوستانی که تازه به جمع معامله‌گران فارکس پیوستن، یک آموزش دیگه مبنی بر اینکه چطور میشه ربات یا اکسپرت رو دانلود کرد و اون رو به متا تریدر وارد کرد رو آموزش بدم و اینکه از کجا میتونید این موارد رو دانلود بکنید و این موارد چی هستن اصلا. خب برای اون دسته از دوستان که این اطلاعات رو ندارند و تازه پیوستن، البته شاید شما در جای دیگه این اطلاعات رو خونده باشید و در گوگل سرچ بکنید و خب در سایت های زیادی اینها رو به صورت نوشتاری و تصویری به صورت فایل های پی دی اف اینها رو بتونید پیدا بکنید و اطلاعاتتون رو افزایش بدید. ولی خب من امروز سعی میکنم که به صورت تصویری برای دوستانی که وقت خوندن اونها رو ندارن و اینکه خب شاید با ویدیو بتونن بهتر اونها رو درک بکنن، این کلیپ رو بسازم و امیدوارم که این ویدیو به درد اون دوستان بخوره. خب اکسپرت چی هستش؟ اکسپرت به صورت ساده اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم که اکسپرت چی هستش، اکسپرت همونطور که از اسمش پیداست و معنی لغوی این کلمه، اکسپرت به معنای متخصص هستش. یعنی ما یک سری ربات رو داریم که به جای ما که بخوایم پشت چارت بشینیم و ترید رو به صورت دستی انجام بدیم، اونها این کار رو برای ما انجام میدن. اینها هیچ گونه احساسی درش دخالت نداره، برخلاف انسان که وقتی شما نوسانات بازار رو مشاهده میکنید میبینید که حالات مختلفی در شما ایجاد میشه و احساس بر شما غلبه میکنه. دوستان تازه وارد رو عرض میکنم و ممکن هست که شما معامله رو با ضرر ببندید و بعد از چند دقیقه ببینید که اون معامله در جهت ترید شما پیش رفته و اون معامله با سود بسته شده، ولی شما خب این فرصت رو به دلیل کنترل نکردن احساسات خودتون و نداشتن صبر اون رو از دست دادید. ولی خب در اکسپرت چون شما یه برنامه خاصی به اون اکسپرت دادین یا اون متخصص که این اکسپرت رو ساخته، این ربات رو ساخته، یه برنامه خاصی به این داده، این احساسات درش دخالتی نداره و بر اساس یه سری برنامه کار خودش رو جلو میبره. حالا میخواد اون سودده باشه یا اون معاملی که وارد شده به ضرر ختم میشه، ولی خب طبق یک اصولی پیش میره. خب شما میتونید این اکسپرت ها رو یا این ربات ها رو از مکان های مختلفی دانلود بکنید. اینها شامل اکسپرت های رایگانی هستند که توسط بعضی از دوستان برنامه نویس ارائه میشن، یا اکسپرت هایی هستند که به صورت تجاری عرضه میشن و اونها رو با قیمت های مختلف فروش میده. یعنی خب اینها هستن تا 4000 دلار، 5000 دلار و حتی خیلی بیشتر این اکسپرت ها برای فروش عرضه میشه. خب این اکسپرت ها رو میتونید از قسمت ترمینال در متا تریدر که در این پایین مشاهده میکنید، ترمینال و یا شورتکات اون که به صورت کنترل تی هستش و آیکونش در بالای متا تریدر هست، میتونید از اینجا در بخش کد بیس اونها رو دانلود بکنید. در این بخش ما موارد مختلفی رو داریم. در این قسمت اگر ما کلیک راست بکنیم و گزینه اکسپرت رو انتخاب بکنیم، اکسپرت ادوایزر رو انتخاب بکنیم، انواع مختلف اکسپرت رو برای ما میاره و شما میتونید اینها رو استفاده بکنید. خب اینها یه توضیحات مختصری در روبروی این اکسپرت برای ما نوشته که مثلا گزینه اول رو اگه بخوایم در نظر بگیریم به اسم مکتی آلرت ای ای هستش. ای ای مخفف همون اکسپرت هستش، اکسپرت ادوایزر. در اینجا این توضیح رو داده، اجازه بدید من بخونم توضیحشو. اینجا گفته که اگر
به ما آلرت بده یا برای ما مشخص کن، ما رو خبر کن. وقتی که مکدی در بالای این عدد قرار داره یا در پایین این عدد قرار داره در چارت 5 دقیقه، اگر اشتباه نکنم در چارت 5 دقیقه. خب شما میتونید این اکسپرت ها رو دانلود بکنید به صورت رایگان. از این قسمت میتونید در قسمت ریتینگ با زدن این کلید اکسپرت هایی رو ببینید که ریت بیشتری رو دارن و یعنی مورد توجه و دانلود بیشتری قرار گرفتن. خب برای دانلود این اکسپرت ها میتونید روش کلیک راست بفرمایید و از گزینه دانلود این رو استفاده بکنید. این در بخش دانلود های متا تریدر قرار خواهد گرفت. حالا من این رو میبندم و بعد از اینکه شما دانلود بکنید این آماده به کار خواهد شد. ولی خب برای که بدونید کجا هست، در بخش پنجره نویگیتور که شورتکات اون هست کنترل N که در این بخش قرار داره، شما میتونید تشریف بیارید و در بخش اکسپرت ها رو باز کنید. در قسمت گزینه دانلود ما در اینجا به اسم پیپ فینیت، بله اگه اشتباه نکنم، پیپ فینیت ترند پرو اکسپرت رو ما دانلود کردیم و خب اینجا ببینید که اون دانلود هستش. خب حالا این رو چجوری بر روی چارت بیاریم؟ برای دوستانی که مطلع نیستند، این رو میتونید با دو بار کلیک بر روی این بر روی چارت ظاهر میشه، یا اینکه کلیک چپ رو انجام بدین بر روی موس و اون رو نگه دارین و بر روی چارت اون رو رها بکنید. تنظیماتی داره هر اکسپرتی. شما برای اکسپرت باید گزینه allow live trading رو حتما تیک بزنید که اجازه بده که بر روی متا تریدر شما و بر روی جفت ارز شما این ترید ها رو انجام بده. از بخش اینپوت هم تنظیمات این ترید هستش که اگر اون سازنده اکسپرت تنظیمات خاصی رو برای شما گفته باشه، میتونید از داخل توضیحاتش اونها رو در اینجا وارد بکنید. و خب ما بقیه اینها هم به همین صورت باید باشه، نیاز به تغییری نداره. ما از اینجا اوکی که بکنیم، شما مشاهده میکنید که در این قسمت گوشه بالا سمت راست این اکسپرت یک شکلک گریانی داره، یعنی خندان نیست و ناراحت هست. این نشون دهنده این هست که ما گزینه اوتو تریدینگ رو از داخل متا تریدر روشن نکردیم. شما میتونید این رو آن بکنید، روشنش بکنید و اون شکل تبدیل به شکلک خندانی میشه و این اکسپرت با توجه به تنظیماتی که داره در زمانهایی که مد نظرش هست و در برنامهش ذکر شده شروع به معامله خواهد کرد. خب الان که من ویدیو رو برای شما ضبط میکنم بازار تعطیل هستش و ما اینجا چیزی نخواهیم دید، ولی خب سعی میکنم که تصاویری رو از حالا هر اکسپرتی به شما نشون بدم که اینجا در زمان باز بودن بازار برای ما ترید رو گرفته و تصویرش رو برای شما در قسمت کامیونیتی کانال قرار بدم که شما ملاحظه بفرمایید. خب اگر در این قسمت اوتو تریدینگ ما روشن نبود، ما میتونیم از بخش تنظیمات متا تریدر، از بخش تنظیمات اجازه بدین من بخش تنظیمات رو بیارم، بخش تولز گزینه آپشن رو انتخاب بفرمایید و در بخش اکسپرت در قسمت زیر تب کامیونیتی قرار داره، از اینجا گزینه allow automatic trading رو روشن بکنید. این گزینه دقیقا همین گزینه هست که در بالای متا تریدر قرار گرفته. خب این دوتا گزینه همیشه فعال باشه، بدین معنی هست که اگر شما شماره حساب رو عوض کردین یا حساب دیگه وارد کردین این اکسپرت غیر فعال بشه و این خیلی مفید هست، اینها حتما تیک کرده باشه و قسمت allow DLL important imports هم تیک زده باشه. خب به همین صورت شما میتونید این رو تنظیم بکنید و اوکی رو انجام بدین و این اکسپرت شروع به کار بکنه. خب مورد بعدی که خدمت شما عرض بکنم این هستش که شما بتونید اکسپرت رو دانلود بکنید.
یا اکسپرت هایی رو خریداری بکنید از قسمت مارکت هستش. در قسمت مارکت ما قسمت مارکت رو انتخاب میکنیم، این مقدار طول میکشه در متاتریدر که به قسمت مارکت بره. خب از اینجا شما میتونید بخش اکسپرت رو انتخاب بفرمایید، اکسپرت های زیادی رو اینجا ملاحظه میکنید. شما میتونید از این بخش اکسپرت های فری رو انتخاب بکنید یا تنظیمات دیگه ای رو انجام بدین، یا اکسپرت هایی که به صورت تازه به بخش سایت MQL فایل که بعد از این برای شما توضیح خواهم داد وارد شدن و در اینجا هم میتونید شما اونها رو ببینید. ما از اینجا اکسپرت های فری رو انتخاب بکنیم. انواع و اقسام اکسپرت های رو شما ملاحظه میکنید اینجا که به صورت فری هستن، در زیر اون هم نوشته شده. شما مثلا یک اکسپرت رو دنبالش هستید، ما اینجا با هم ببینیم اکسپرت رو، یه دونه رو به صورت مثال انتخاب بکنیم. خب مثلا این اکسپرت رو من روش کلیک میکنم، اینجا برای من میبینید که فری نوشته و اینجا توضیحاتی رو در مورد این اکسپرت که نوشته که چجوری کار میکنه، چه کارهایی انجام میده. شما میتونید بعد از اینکه اینها رو خوندید و مطالعه کردین، اگر مد نظر شما این اکسپرت بود، اون رو از اینجا دانلود بکنید. مجددا بعد از دانلود در پوشه دانلود های اکسپرت سیو خواهد شد. ما منتظر میمونیم که این رو دانلود بکنه و ببینیم که آیا در بخش دانلود ها برای ما قرار خواهد گرفت یا خیر. البته چون ما اینها از پوشه مارکت گرفتیم، در پوشه مارکت برای ما، در فولدر مارکت در فولدر مارکت برای ما دانلود خواهد شد. از این بخش، از بخش مارکت وقتی که شما دانلود میکنید یک مقدار سنگین هستش و ممکنه متاتریدر شما یک مقدار به حالت قفل بره. همینطور که ملاحظه میکنید فعلا در حال فکر کردن هست متاتریدر در سیستم من، و بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه در اونجا دانلود خواهد شد. خب در بخش مارکت ما PZ ایچیموکو و کپ RSI Trader EIAA رو دانلود کردیم. البته این PZ رو من قبلا دانلود کرده بودم. شما میبینید که این اینجا هستش برای فعالسازی اون بر روی چارت، دقیقا مثل قسمت قبل که عرض کردم خدمت شما. یا دوباره روش کلیک میفرمایید یا اون رو میگیرین و روی چارت میدازین. اینجا از ما اختیاری به ما داده که گفته آیا شما میخواید این رو فعال بکنید، چون ما قبلا اینجا یک اکسپرت دیگه رو فعال داشتیم. اگر ما یس رو بزنیم این جایگزین اون اکسپرت خواهد شد. و خب تنظیمات کامون و اینپوت رو طبق اون صحبت قبلی که با شما عرض کردم، اینجا میتونید بر اساس اون تنظیماتی که پیشنهاد شده یا تنظیماتی که خودتون میتونید میدونید بر روی این اکسپرت انجام بدید و اوکی رو بزنید، میبینید که اینجا جایگزین شد. البته این اکسپرت اینجا بود، این یکی دیگه بود، من یک اکسپرت دیگه رو که در قسمت مارکت داشتم فعال کردیم و این رو اوکی میزنیم و میبینید که PZ ایچیموکو EA بوده. این هم یک اکسپرت دیگه ای بوده که ما این رو انجام دادیم، دانلودش کردیم و بر روی سیستم قرار دادیم. خب همون گزینه اول بود که من گذاشتم. البته اینجا اکسپرت من زیاد دانلود کردم و خب اگر من اینجا اشتباهی رو انجام دادم، یعنی اکسپرت دیگه رو انجام دادم، که خب شما ببخشید به بزرگواری خودتون، این قسمت کپ RSI Trader EA بود که به این صورت فعال میشه. خب گزینه بعد، برای پاک کردن این اکسپرت هم از روی متا تریدر میتونید بر روی صفحه کلیک راست بکنید بر روی اون چارت و قسمت اکسپرت ادوایزر و گزینه ریمو رو انتخاب بکنید. خب حالا اگر شما خواستین قبل از اینکه ریمو کنیم، اگر خواستین در قسمت اکسپرت ها تغییراتی ایجاد کنید یا تنظیماتی رو انجام بدین اضافه بر اون، اصلاحاتی رو انجام بدین،
میتونید از شورتکات F7 بر روی صفحه کلیدتون استفاده کنید یا کلیک راست بر روی صفحه و قسمت Expert Advisor، قسمت Properties، اون رو میتونید انجام بدین و دسترسی خواهید داشت. آزم میخوام من قسمت Load و Save رو هم برای شما توضیح بدم. در اینجا شما تنظیمات خاص رو انجام میدین، بعد از اینکه تنظیماتتون انجام شد در این قسمت میتونید اون رو سیو کنید. با زدن کلید سیو به محیط پریست در MQL4 وارد میشید و میتونید اونجا در اینجا هر نامی رو که شما خواستین مبنی بر اون اکسپرتتون وارد بکنید و اون رو سیو بکنید. خب اگر شما چند تا چارت باز کرده بودین و خواستین این اکسپرت رو بر روی اونها ران بکنید، شما میتونید بعد از اینکه اون اکسپرت رو هر کدوم از اون چارت ها، مثلا ما اینجا این رو کنسل میکنیم، یه چارت دیگه باز میکنیم، مثلا اینجا پوند به دلار رو باز میکنیم، میخوایم همین اکسپرت رو روی پوند به دلار هم فعال بکنیم. این اکسپرت رو با همون تنظیماتی که ما انجام دادیم، این اکسپرت رو روی پوند به دلار میاریمش و از اینجا این دفعه گزینه لود رو میزنیم و به قسمت پریست دسترسی داریم. همون ست هایی که در اونجا تنظیم کردیم این رو انتخاب میکنیم و اون تنظیماتی که ما براش گذاشتیم بر روی این هم، بر روی این چارت هم اعمال میشه و با زدن کلید اوکی بر روی این چارت هم بر اساس همون تنظیمات قبلی پیش خواهد رفت. خب برای برداشتنش هم که عرض کردم کلیک راست، اکسپرت ادوایزر و ریموو رو انتخاب میکنیم. اینجا هم همونطور اکسپرت ادوایزر و ریموو. خب میبینید که اکسپرت ادوایزر برداشته شد. خب از گزینه بعدی که میتونید شما دانلود بفرمایید این هستش که شما میتونید وارد سایت MQL5 بشین، MQL5.com بشین، از اینجا در بخش کد بیس کلیک بر روی کد بیس، انتخاب متا تریدر 4، بخش اکسپرت ها، میتونید اینجا به اکسپرت های زیادی دسترسی داشته باشید که همین اکسپرت ها هم اگر بعد در پوشه در متا تریدر در بخش کد بیس بر روی هر کدوم از اینها دوبار کلیک بفرمایید، مستقیما به این سایت MQL5 بر روی همون اکسپرتی که انتخاب کردین مستقیما کانکت میشه و میتونید از اینجا هم دانلود بفرمایید اون اکسپرت رو. خب امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو برده باشین. البته من اینجا یک نکته رو یادم رفت عرض کنم خدمتتون، اگر شما از سایت خاصی اکسپرت رو دانلود کرده باشید، اون اکسپرت رو به شما خواهد داد. مثلا ما اینجا همینجا اینجا فایل زیپش رو دانلود میکنیم یا فایل MQ4ش رو دانلود میکنیم، البته در فایل زیپ همین ها قرار دارن، ما این رو دانلود میکنیم. الان نحوه ورودش به متا تریدر رو هم به شما عرض کنم. اینجا فایل زیپش رو دانلود میکنیم ما. بله اینجا فایلش دانلود شد، این رو باز میکنیم. خب این رو از فایل زیپ خارج میکنیم و در اینجا میبینیم که دو تا فایل داره، اینها رو ما کپی میکنیم، این فایل ها کپی میشن، به متا تریدر میایید، در گزینه فایل Open Data Folder در بخش MQL4 در بخش اکسپرت ها اکسپرت رو پیدا میکنید، اکسپرت، و اینجا اونها رو پیست میکنید. میبینید که در اینجا 55 AM و trailing all.mq4 قرار گرفته. دوباره مجدد برمیگردیم به متا تریدر، در بخش اکسپرت ها یا ایندیکیتور ها کلیک راست و رفرش رو انتخاب میکنیم. بعد از رفرش شدن این قسمت شما میتونید در گزینه اکسپرت ها اونها رو ببینید. این اکسپرت درسته؟
اینجا این اکسپرت بود و شما میتونید اون اکسپرت ها رو ببینید. یکی این قسمت 55 بود و یکی هم تریلینگ آل هستش. خب امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو ببرید. لطفاً ویدیوهای ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و در صورتی که از ویدیوها خوشتون اومد و این ویدیو رو دوست داشتید لایک رو فراموش نکنید، سابسکرایب هم همینطور، که اولین افرادی باشید که بتونید این ویدیوها رو دریافت بفرمایید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.